بازداشت 4 تن به اتهام دست داشتن در ترور فرشته کوهستانی و برادرش. باز هم خوش آمدید به یکی دیگر از ویدیوهای چینل دیلی پرست. تقاضا می نماییم تا آخر این ویدیو با ما بوده و چینل ما را سابسکرایب نمایید تا از جدیدترین ویدیوهای روزانه ما با خبر شوید. بازداشت 4 تن به اتهام دست داشتن در ترور فرشته کوهستانی و برادرش. مقامات امنیتی در ولایت کاپیسا می گویند که نیروهای مشترک امنیت ملی و پلیس ملی با راه اندازی عملیات نظامی 4 مرد را به اتهام دست داشتن در قتل فرشته کوهستانی و برادرش بازداشت کردند. با گزارش خبرگزاری رشد، یک منبع معتبر امنیتی که نخواست هویتش فاش شود، گفته است که این عملیات پس از چاشت روز گذشته شنبه 6 جدی در روستای دینو ولسوالی حصه اول کوهستان ولایت کاپیسا را اندازی شده است. با گفته منبع، هویت بازداشت شده ها به منظور بررسی های بیشتر محفوظ است و به دلیل بازجویی های بیشتر به ریاست امنیت ملی منتقل شده اند. روز گذشته وزارت داخله نیز اعلام کرد که دیر در پیوند به قتل بانو کوهستانی و برادرش 2 تن در کاپیسا بازداشت شده اند. فرشته کوهستانی، فعال مدنی و حقوق زنان، شامگاه پنجشنبه هفته پیش در پی تیراندازی مهاجمان ناشناس موترسایکل سوار در روستای دینو ولسوالی حصه اول کوهستان ولایت کاپیسا با برادرش کشته شدند. کشته شدن بانو کوهستانی و برادرش با واکنش های گسترده داخلی و بین المللی روبرو شد. محمد اشرف غنی، رئیس جمهور، روز گذشته به نهادهای مسئول هدایت داد که حاملان حمله های تروریستی اخیر به فعالان سیاسی، مدنی و غیر نظامیان از جمله فرشته کوهستانی را شناسایی و مجازات کنند. هنوز فرد یا گروه مسئولیت ترور بانو کوهستانی و برادرش را به عهده نگرفته است. این در حالی است معاون رئیس جمهور طالبان اعتقاد به زندگی باهمی و مسالمت آمیز با چهره جدید افغانستان ندارند. امرالله صالح، معاون نخست ریاست جمهوری، در جلسه 6:30 صبح امروز یک شنبه هفت جدی گفته است از سخنان هیئت‌های مذاکره کننده طالبان طوری استنباط می شود که آنها اعتقاد به زندگی باهمی و مسالمت آمیز با چهره جدید افغانستان ندارند. با گزارش خبرگزاری رشد، آقای صالح می افزاید که توافق دوحه برای طالب اعتماد به نفس کاذب و پوشالی ایجاد کرده است. معاون نخست رئیس جمهور گفته است که نهادهایی که می توانند به طالب تفهیم کند و آنها را متوجه اشتباهاتشان بسازند، وزارت دفاع ملی، وزارت امور داخله، ریاست عمومی امنیت ملی و بقیه ارگانهای دولتی هست. او می گوید که مذاکرات باید ادامه یابد تا رای صلح آمیز برای بحران پیدا شود، اما رای حل تنها مذاکرات در دوحه قطر نیست. او تاکید می کند که یگانه رای رسیدن به صلح تقویت ظرفیت و کارایی دولت است. این در حالی است که از مذاکرات صلح در دوحه قطر تقریبا 3 ماه می گذرد و به تازگی در پیوند به طرز العمل و مقدمه آن توافق صورت گرفته است. از سوی دیگر پس از آغاز مذاکرات صلح میان هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان و گروه طالبان، حملات طالبان در نقاط مختلف شهر کابل و سایر ولایات کشور افزایش یافته است. این جسد 3 روز می شود در پهلوی شاهراه مزار شبرغان در قسمت قریه کوتپه انداخته شده و گفته می شود جسد یک تن از نیروهای امنیتی است و طالبان اجازه برداشتن آن را نمی دهند. اگر برداشتن نشود، بزرگترین خیانت در حق یک حافظ وطن ما خواهد بود و در ضمن امکان دارد این جسد را حیوانات مانند سگ و شغال بخورند. این در حالی است حفیظ محمد در صفحه فیسبوکش نوشته است
هموطنان عزیز، شایعاتی که در شبکه‌های اجتماعی پیرامون سفر اخیر من منتشر شده درست نمی باشد. من برای یک برنامه آموزشی برای مدتی به خارج از کشور سفر کردم. امیدوارم همه شما خوب و صحتمند باشید. در وضعیت گیر افتاده ایم که نه دوستمان معلوم است و نه دشمنمان. کشته می شویم به پی آن که بدانیم قاتلمان چه کسانی اند. به اعتمادی محض میان مردم و دولت و حراسی که از ترورهای هدفمند هر روز بر فضا حاکم شده است. یک سو طالب است که چون گرگی برما نگاه می کند و لبخند می زند و سوی دیگر حکومتی که گرگهای فراوان دیگری در زیر آستین خود نگه داشته است. یک سو نماینده اماراتی که به جز کشتن و دریدنمان کاری ندارند و سوی دیگر نمایندگان جمهوریتی که روی شانه های فساد و دزدی و خیانتشان را بالا کشیده اند. آدم های نازنین هر روز سربلیست می شوند و تمام پاسخ حکومت افتضاحی به نام جلسات ششونیم هست و حکسی در فیسبوک از وزیر داخله که روی نقشه خم شده است. این در حال است حامد کرزی رئیس جمهور پیشین در دومین نشست کمیته رهبری شورای عالی مصالحه ملی حیات با حسن نظر اتفاق و اتحاد در دوحه برای رسیدن به صلح کوشیدند. همکار و پشتیبان حیات هستیم. مردم افغانستان برای رسیدن به صلح سخت عجله دارند. شما مسئولیت دارید که این درد مردم را التحام بخشید. با تشکر که تا آخر این ویدیو با ما بودید. تا ویدیوی دیگر، خدا یار و نگهدارتان. اوقات خوش داشته باشید.